آقای مهدی اسلانی، امروز به صورت رسمی اولین جلسه دادگاه حمید نوری، یکی از افرادی که در کشتار سال 67 دست داشته، به صورت رسمی داره برگزار میشه و این اولین فردی هست از عوامل این کشتار که داره دادگاهی میشه. شما چه حسی دارید و این دادگاه رو چجوری میبینید؟ محاکمه یه قاتل، اون هم قاتلی که نفیس نابه و در کشتار تابستان 67 به عنوان یکی از عوامل اجرایی نقش داشته، بسیار حالت شادمانی رو در من برمی انگیزه. درست در همین ایام 33 سال قبل، درست در همین ایام که اوج کشتار در زندان گوهردشت هست در مرداد ماه، حمید نوری به فرموده به عنوان یکی از عوامل اجرایی کشتار نقش داشت، پارکابی مرگ بود. سخن باز کردن، دهان باز کردن حمید نوری میتونه بسیاری از زوایای پنهان کشتار تابستان 67 رو عریان کنه، آشکارگی بده. من امیدوار هستم که این اتفاق بیفته و حکم دادگاه اون چیزی باشه که شایسته نام یک قاتله و حکم عادلانه. دادگاهی که روندش تا اینجا میلیون ها هزینه برای دولت سوئد داشته و صرف ساعت ها وقت بالغ بر 10,000 صفحه پرونده این قاتل، یکی از وجوهش آنه که حقی از او زائل نشه، جدای از این که دادخواهان منتظر این هستن که فرجام این دادگاه اون چیزی باشه که شایسته در واقع جامعه بشری و جامعه جهانی است. بخش دیگه اینه که حقی از او که در قتل مشارکت داشته زائل نشه. 33 سال قبل او دوستانی رو در واقع نزد هیئت مرگ میبرد، راهنمایی میکرد و اونجا میبرد کسانی که در بیدادگاه هایی که اصلا نامش دادگاه نبود مقابل هیئت مرگ قرار میداد و در لحظاتی بسیار بسیار کوتاه در پرسش پاسخهای کوتاه سرنوشتشون عزیزان مشخص میشد، بعدم بعد از دار زدن در زندان گوهردشت اونها رو با کامیون های یخچال داره حمله گوشت حمل میکردن به جاهایی که هنوز به درستی دانسته نیست. بر ما دفنگاه بسیاری از کسانی که مرداد کش شدن اساسا تا این لحظه بر ما دانسته نیست. حمید نوری میتونه جعبه سیاه کشتار تابستان 67 باشه و دهان باز کردنش میتونه این پرده رو کنار بزنه و من امیدوارم که این اتفاق تو روند دادرسی و دادگاه بیفته. خب میدونیم که ایشون با دو اتهام اصلی روبرو هستن، یکی جنایت جنگی و قتل. خب اینها دو اتهام سنگین هستن که به راحتی یک دادگاه اروپایی یک همچین اتهامی رو به یک فردی نمیزنه. خب این چقدر امیدوار کننده هست با اینکه میدونیم که ممکنه این اتهامات به یک حکم برای حمید نوری ختم بشه، ولی در روند پروسه دادگاهی دادخواهی میتونه چه تأثیری داشته باشه؟ ببینید، حمید نوری تو همین الان کم توی بازداشت نبوده، نزدیک به 2 سال داره میشه. همون اوایل، راست اینه من بگم که خودم در واقع امیدواری چندانی نداشتم که حمید نوری رو بشه مدت زمانی نگهش داشت، ببینش اون که دادستان نوبت اول با 1 سال مدت بازداشت موافقت نکرد و تنها با 1 ماه موافقت کرد. این 1 ماه ادامه پیدا کرد، نزدیک به 2 ساله که حمید نوری در بازداشته. برای من اهمیت اونه که حمید نوری فارغ از این که به چند سال محکوم بشه در این دادگاه، محکومیت حمید نوری محکومیت بخش مهمی از حاکمیت جنایی جمهوری اسلامی. بسیاری معتقدن که این دادگاه در واقع امیدها رو زنده کرده برای اجرای عدالت. شما همینطوری فکر میکنید؟ دقیقاً اینطوریه. یعنی میدونیم که به ویژه اروپا حیات خلوت و امنگاهی بوده برای کسانی که مرتب قشلاقی الاغ میکردن و بازداشت حمید نوری، محاکمه حمید نوری در حقیقت هم هشداریه، همین که این میدان رو، این میدان فراخ رو مقداری تنگ میکنه و دیگر کسانی که در چرخه جنایت شرکت داشتن میتونه تلیه این رو به ما بده که در واقع جهان رو روز به روز میشه برای اونا تنگ تر کرد و این جز با همین همه گویی، فاشگویی و بلندگویی در واقع رخ نخواهد داد. سپاسگزارم از شما. به مهدی اسلانی.